به نام خداوندگار آزادی، عدالت، برابری، شهادت. 29 سالگرد عروج ملکوتی و خونین پیشوای عدالت خواهی، پرچمدار حق طلبی، فریادگر انحصار شکنی، استوانه استوار مقاومت و پایمردی، منادی وحدت ملی، سردار سرفراز آزادگی، استاد شهید عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش را گرامی می‌داریم و به ارواح پاک و آسمانی آنان رحمت ربوبی می‌فرستیم. همچنین یاد و خاطره شهدای گلگون کفن راه عدالت و آزادی و مبارزه با استبداد و انحصار را گرامی می‌داریم. مرکز فرهنگی فیض محمد کاتب در هلند و انجمن هزارهای هلند به عنوان برگزار کنندگان این مراسم باشکوه، زایعه جبران ناپذیر شهادت مظلومانه ولی قهرمانانه ابرمرد تاریخ معاصر کشور را به شما حضار ارجمند و تمامی آزادی خواهان و آزاد مردان، عدالت جویان و رهروان راهش تسلیت از می نماید. با گذشت زمان ولی یاد و خاطره قهرمانی ها، رشادت ها، مبارزات و مجاهدات قافل سالار ریسمان بدوشان و اندیشه های تابناک انسانی و الهیش جاودانه گردیده است و روز به روز در عمق وجدان های بیدار جا باز می نماید. یاد و تجلیل از شهدای سربلند عدالت و آزادی و مبارزه با تبعیض و انحصارگری، پاسداشت و احترام به ارزش‌های والای الهی و انسانی است که چون مشعلی فروزان فراراه مردم و نسل‌های آینده قرار دارند. مزاری بزرگ و با عظمت اما با سادگی زیست، صداقت رفتار، متانت کردار، شیوایی گفتار، صلابت استوار، ابهت و اقتدار، اما با دردمندی بسیار. رهبری دردانه و یگانه بود که مظلومانه و ناجوانمردانه به ملکوت اعلی پیوست. گرچه در زمان حیاتش وی را خوب نشناختند و آنچنان که بایسته و شایسته بود درکش نکردند، اما با گذر زمان حقیقت پندار و پویایی افکارش بیشتر و بهتر آشکار و پدیدار شده و می شود. اینک عینیت بخشیدن و اجرای آرمانهای بزرگ وی وظیفه همه شهروندان متعهد، دلسوز و وطن دوست است. حضار ارجمند و گرامی، مقدم شما را به این مراسم باشکوه خیر مقدم عرض می‌گوییم و از حضور سبز و گرمتان اظهار سپاس و امتنان می‌نماییم. برنامه امروزی شامل شعر، مقاله، سخنرانی، بیانیه، دعاییه، صرف نذرانه می‌باشد. شخصیت‌های برجسته و اندیشمند از کشور شایع هلند و کشورهای مختلف اروپایی در مجلس حضور رساندن و حضور خواهند داشت که مقدمشان را گرامی می‌داریم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. بنا نبود که اینجانب به شعری در خدمت شما بسرایم. البته از اینکه جناب همایون محترم لطف نمودن و سفارش نمودن که شعری در خدمت شما بسرایم، لذا بدون آمادگی یکی از پارچه های شعر خود را در خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوارم شما از آن فیض ببرید. عنوان شعر است آنجاست میهنم. من نمیگویم
من نمیگویم که این یا آن ستان است میهنم، من نمیگویم که این یا آن ستان است میهنم، سرزمینی که در آن عشق است آن است میهنم. من نمیگویم که این یا آن ستان است میهنم، سرزمینی که در آن عشق است آن است میهنم. من سخن از میهنی دارم که در هر نقطه اش، من سخن از میهنی دارم که در هر نقطه اش اهل دل هستند، اهل دل هستند، یعنی دل ستان است میهنم. میهنم آنجاست کانجا رنگ ها معیار نیست، میهنم آنجاست کانجا رنگ ها معیار نیست، آدمیت محور است و نوعیت در کار نیست. میهنم آنجاست کانجا رنگ ها معیار نیست، آدمیت محور است و نوعیت در کار نیست. دلگیر از سرخ و سپیدم، سیرم از زرد و سیاه، دلگیر از سرخ و سپیدم، سیرم از زرد و سیاه، فارغ از تبعیض و از وهم و گمان است میهنم. زان دیار هستم که با هم میخرامن گرگ و میش، زان دیار هستم که با هم میخرامن گرگ و میش، نه هراس از چنگ و دندان و ندیم از زهر نیش، خوفم از خفاش گور و روبه مکار نیست، دورتر از خیزشی در لندگار است میهنم. میهنم از ثروت ناب تمدن مثمر است، میهنم از ثروت ناب تمدن مثمر است، میهنم را ماهتاب معرفت زیب و فر است، اندر آنجا توهین و بی‌حرمتی را نیست ره، آری از اندیشه زخم زبان است میهنم. اندر آن نوعیت اندیشیدن محدود نیست، اندر آن دروازه شهر سخن مسدود نیست، اندر آنجا موجین آرام نامش زندگی است، سرزمینی زیستن و فکر و بیان است بیان. اندر آنجا نیست هرگز برتری نسل و نژاد، اندر آنجا نیست هرگز برتری نسل و نژاد، اندر آنجا نیست هرگز وهمی از جور و فساد، اندر آنجا رازهای ناز حکمت دانش است، جوهری پاکیزه روح و روان است میهنم. میهنم گهواره حریت و آزادگی است، میهنم گهواره حریت و آزادگی است، میهنم مهدی گل سرخ بهار زندگی است، میهنم پرمهر چون آغوش گرم مادر است، میهنم پرمهر چون آغوش گرم مادر است، عشق من عاطفه ام لعل برار است میهنم. از فروغ چشم مصباحم جهان تابنده است، از فروغ چشم مصباحم جهان تابنده است، و از نگاهش طرز رفتار جهان ارزنده است، دورتر می تازم از هر خطه و هر مرز بوم، واسقم من که فراتر زین جهان است میهنم. تشکر فراوان. به افتخار مهمان بزرگوار و ارجمند جناب استاد واسق تشریف شما کرد.
اندیشه های بزرگ مزاری گرچه در زمانه خودش کمتر مورد پذیرش و اقبال قرار گرفت، گذشت زمان نشان داده است که وی رهبری آزادی خواه و حق طلب و مردم دوست بوده است که جان شیرین خیش را در راه اعتلاء حقوق انسانی و آرمانی فدا نمود. مزاری بزرگ در موقعیت خاص جنگ، کشتار، ویرانی دهه 70 خورشیدی قرار داشت که انسانیت در کشور سخت آسیب دیده بود و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده بود. حال که جهان جهانیان به عمق تفکر انسانی و ارزشی او می‌نگرند و ای را در راستای مردانی بزرگ و آزادی خواه و مبارز همچون مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا به شمار می آورند. کلام راه و گشای شهید وحدت ملی اکنون نیز می تواند چارساز مشکلات کنونی افغانستان باشد. او انسانی می اندیشید و رعایت حقوق انسانی را فریاد می نمود. سلام و درود بر مزاری بزرگ، شهید راه عدالت و آزادی و برابری، شهیدی که از مردم و با مردم و در میان مردم بود و خون سرخ و رنگینش را در راه مردم فدا نمود و همان گونه که گفتارش بود کردارش نیز چنین بود و مردم را تا لحظه آخر و آخرین رمق تنها نگذاشت. درود بر شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری که گفت از خدا خواستم که خونم بین شما مردم بریزد. در این قسمت برنامه از جناب دکتر سید محمد آصف رحیمی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه هالند صمیمانه خواهشمندیم که به جایگاه تشریف آورده و بیانات خیش را ایراد نماید. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم. پروردگار عالمیان در این آیه کریمه می فرماید ای پیامبر هرگز مپندار که الله از آنچه ستمگاران و ظالمان می کنند غافل است، نه بلکه کیفر آنان را برای روزی به تحقیر می اندازد که چشمها در آن روز از وحشت خیره می شوند. بارک الله. خواهران و برادران عزیز، علمای کرام، بزرگان سیاسی و مدنی کشور، هیئت رهبری انجمن فرهنگی کاتب، رهروان و سوگواران شهید مزاری، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست 29 سالگشت شهادت رهبر فقید حزب وحدت اسلامی و شهید وحدت ملی و یاران و همراهانش را و هزاران شهید
تاریخ خونین افغانستان را و شما و همه رهروان راه عدالت و آزادی تسلیت عرض می‌نماید. خداوند بهشت برین را مأوای ابدیشان گرداند. شهید مزاری یکی از رهبران بزرگ مجاهدین بود که در شکست اتحاد شوروی وقت و آزادی افغانستان نقش عمده‌ای داشت. او یک شخصیت پرهیزگار با زندگی ساده بود و ساده زیستی ایشان زبان زد هم است. شهید مزاری به حد پرهیزگار بود که از او نه ویلای باقی مانده، نه شهرک، نه آپارتمان و نه بلندمنزل، بلکه آنچه به میراث مانده داستان زندگی و تاریخ مبارزه‌اش است. او از میدان محاربه فرار نکرد، بلکه تا آخر در میان مردمش باقی ماند. شهید مزاری یک مبارز عدالت‌خواه بود و برای عدالت اجتماعی مبارزه می‌کرد و عقیده داشت که همه اقوام در افغانستان با هم برادرند و باید در قدرت و ثروت سهیم باشند و هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی مردود است و باید در مقابل آن مبارزه شود تا عدالت اجتماعی تأمین گردد. برادران و خواهران عزیز، عدالت از منظر روایات اسلامی جایگاهی بسیار بلند و شامخی دارد. طبق روایت نبوی، پایه جهان هستی بر عدالت استوار است. عدالت به مفهوم جامعش، یعنی قرار گرفتن هر شی، هر چیز در جایگاه خودش، و جامعه انسانی نیز همین گونه است. ممکن است ظلم در کدام کوتاه مدت منافع شخص یا گروه یا کشوری را تأمین کند، ولی اثرات مرگبار آن در دراز مدت قابل انکار نیست. تاریخ شاهد است. اسلام عزیز شالوده قوام جهان و آبادانی و شکوفایی تمدنها و کشورها را منوط بر عدالت می داند. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید: بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین با عدالت برپاست و قائم است. دوستان و حضار محترم، در قریب به نیم قرن گذشته هیچ کشور و ملت در دنیا و سان ملت افغانستان در مقابل استعمار، اشغال، افراطیت سیاسی و مذهبی، تعصب و بی‌عدالتی و تبعیض قربانی ندادند. بیش از 1.5 میلیون شهید، بیش از 1 میلیون معلول فیزیکی و روانی، 2 میلیون معتاد با مواد مخدر، 7 میلیون مهاجر و بی‌وطن، 20 میلیون انسان زیر خط فقر و ناداری و ده ها هزار دختران جوان محروم از کسب علم و دانش. این همه قربانی توسط نقش تباهکن ابرقدرت ها و توسط گروه های افراطی، متعصب و تبعیض‌گرای راستی و چپی بر مردم ما تحمیل شده است. لذا همه باید بدانیم و بیدار شویم و دست
از افکار افراطی بی‌عدالتی حرکات تندروانه چه مذهبی و چه سیاسی برداره. بی‌عدالتی و افراطیت نخست خود سپس کودکان و نهایتاً آینده جامعه و کشور را تباه می سازد، چنانچه تباه ساخته است. اما در قرآن عظیم الشان و کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمانان به اعتدال و میانه‌روی تشویق شدند و دین اسلام دین اعتدال و مسلمانان امتی وسط خوانده شدند. پیامبر ما فرموده که خیر الامور اوسطها. حضرت علی کرم الله وجه می فرماید جاهل را نمی بینی مگر این که اهل افراد و تفرید است. تعصب، تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم، افرادگرایی نشانه جهل و نادانی است و اعتدال و عدالت طلبی نشانه خردمندی و ریشه در آگاهی انسانها دارد. جامعه و کشور ما با عدالت، دوری از تعصب، تبعیض و ظلم و دوری از افراد و تفرید با آبادانی و شکوفایی خواهد رسید ولا غیر. در اخیر یک بار دیگر سالگشت شهادت استاد مزاری شهید وحدت ملی و یارانش را خدمت همه شما عزیزان از هر قوم و نژاد و ملت و مردم تسلیت می گویم و برای همه شهدای راه عدالت و آزادی جنت برین تمنا دارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. با تشکر از جناب سفیر محترم دکتر سید محمد آصف رحیمی و افتخار ایشان، سال هاست که در کشور شایع هلند مراسم سالگرد استاد شهید عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش و شهدای عدالت و آزادی برگزار می گردد. تعریف انسانی از سیاست. در دهه 70 شهید مزاری در زمره رهبران جهادی کشور بود، وی دیدگاه بسیار متفاوتی از سیاست و قدرت سیاسی تبارز داد که در نوع خود منحصر به فرد بود. او قدرت و سیاست را برای برابری جامعه و همگرایی ملی و نزدیک شدن طبقات مختلف به کار می برد. وی سیاست را ابزار خدمت به مردم و تحقق خواسته های بر حق ملی مردمی می دید و از آن نه برای جاه طلبی و ثروت اندوزی و تفاخر استفاده می کرد، بلکه برای برآوردن آرمان های بلند صدها ساله مردم به کار می گرفت. سیاست مزاری شهید در عین پختگی و پویایی ساده و مردمی بود. پایبندی به حقوق شهروندان، حقوق زن، شهید ارجمند همیشه در گفتار و کردارش مدافع راستین حقوق مردم بوده است و با معیارهای متناسب و عدالت گستر خواهان اجرا و اعطای این حقوق برای همه بوده است. ما حقوق همه مردم افغانستان را بر پایه نفوذ و به تناسب حضورشان در صحنه های کشور می خواهیم. در مورد حقوق زن که در آن زمانه رهبران جهادی برای زنان حق و حقوقی قائل نبودند،
شهید مزاری بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید داشت و جایگاه خاصی برایشان قائل بود. زنان از همه حقوق انسانی برخوردارند و می توانند در همه عرصه های زندگی اجتماعی سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند. در دو دهه دموکراسی، در دو دهه جمهوریت از حقوق زن زیاد گفته شد، اما شما گپ رو ببرید و 30 سال قبل، 40 سال قبل که شهید مزاری چه اندیشه ای درباره زنان داشت. زنان را نیم پیکر جامعه می دانست و با دلایل اثبات هم می کرد که اسلام برای زنان حق قائل شده و ما هم باید برای زن حق قائل شویم و حقوقشان را محترم بشماریم و زن با او سختی و رنجی که می کشد در جامعه شریک هست و باید حقش ادا گردد. تشکر میکنیم از حضور تمام مهمانان بزرگوار که از راه‌های دور و نزدیک و از کشورهای مختلف اروپایی و جاهای مختلف هلند به این مراسم باشکوه 29 سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش تشریف آوردن. بار دیگر مقدم شما حضار گرامی را گرامی می‌داریم و امیدواریم که در صحت و سلامتی کامل انشاءالله به سر بریم. تا که جناب استاد پیشین پارلمان سخنور توانمند آماده شوند تا به جایگاه تشریف بیارند، مکتوب شعر را به خوانش می‌گیرم. نمیدانم چه شوری بود، نمیدانم چه شوری بود، چه قوغا در فضا پیچید، به گلزار وجود من کلام آشنا پیچید. به هر کوچک گذر کردم، ز هر کس میشنیدم من صدای راه آزادی، به کوه و صخره ها پیچید. به گلزار و گلستان، به گلزار و گلستان تا نظر کردم، به گفتا رهبر به رخسار وجود گل عجب شور و نوا پیچید. به دل رنجی همی داشتم ز ظلم ظالمان یکدم، به دل رنجی همی داشتم ز ظلم ظالمان یکدم، گمان کردم به دل یکدم دوای دردها پیچید. صدای راه آزادی شنیدم از ده و کوچه، صدای راه آزادی شنیدم از ده و کوچه، به ده و کوچه ها یکدم صدای لالا پیچید. به حرفهای حقش زنده کند دلهای پژمرده، به حرفهای حقش زنده کند دلهای پژمرده، به جان و قلب مظلومان عجب نور خدا پیچید. صدایش راه آزادی، نداش مایه خدمت، به گوش بینوایان این صدای آشنا پیچید. به دوستانش عجب دوستی، به دوستانش عجب دوستی، با دشمن کرامتدار، به قلب خسته از دردم عجب نور و صفا پیچید. کجایی ای نوا، کجایی ای نوا، تا که بگویی بس از رهبر، کجایی ای نوا، تا که بگویی واس از رهبر، که با یاد وجود آن به دل صد قصه ها پیچید، که با یاد وجود آن به دل صد قصه ها پیچید. در اینجا از جناب استاد عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان، فعال اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی سخنور توانمند صمیمانه خواهش مندیم که به جایگاه تشریف آورده و بیانات مبسوطشان را ایراد بفرمایند. به افتخار جناب استاد عارف رحمانی. حضار گرامی، آقایان و خانمهای بزرگوار، خواهران و برادران عزیز، جناب سفیر صاحب جمهوری اسلامی افغانستان برادر گرامی، جناب وزیر صاحب رحیمی، دوستان عزیز، هیئت امنای محترم مرکز فرهنگی کاتب و انجمن هزارهای هلند، السلام علیکم و رحمت الله. ابتداعا من تسلیت و تعزیت عرض می کنم به 29 سالیاد شهادت منادی عدالت خواهی افغانستان و یاران عزیزش را جناب استاد شهید عبدالعلی مزاری را خدمت شما و همه محبان و ارادتمندان و پیروان ایشان و درود میفرستم بر تمام عزیزانی که بعد از تقریبا 3 دهه از شهادت استاد شهید که یاد و نام و ذکر آرمان‌ها و اهداف آن بزرگوار را همچنان در جامعه ما زنده نگه داشتن. حقیقت قضیه همچنانی که در راه می آمدیم با یک از فرهیختگان جناب استاد مهدوی، شرایط حاضر بسیار شرایط دشواریه. سخن گفتن در باب شهید مزاری، آرمان‌ها، اهداف، کارنامه و منظر سیاسی مطلوب ایشان در شرایط حاضر حقیقتاً بسیار دشواره. جامعه ما یک جامعه است که از یک سو ما شاهد یک فروپاشی ملی هستیم. نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی کشور، نهادهای سیاسی که بر اساس قانون پیریزی شده بود، تفکیک قوا صورت گرفته بود، تحدید قوا صورت گرفته بود، پروژه‌های اقتصادی مختلف در کشور جاری بود و انکشاف بسیار جدی کمی و کیفی در جهت توسعه معارف، توسعه تحصیلات عالی، چی در عرصه خصوصی و چی در عرصه دولتی به صورت شتابناک صورت گرفته بود. و البته ما دارای یک دولتی بودیم که هم به لحاظ خلأهای قانونی، هم به لحاظ تبعیت از یک سنت نامیمون سیاسی اعلام ناشده در تاریخ و در سرزمین ما، و هم به لحاظ ناکارآمدی و فساد دولت و نخبگان سیاسی مخصوصا حکومت در رنج بود. اما کیست که امروزه انکار بکنه که وضعیت فعلی، که وضعیتی است در واقع یک وضعیت کاملا عقبگر و رو به انحطاط و منحط، بی‌تعارف، وضعیت بسیار منحط در مردم ما تجربه میکنه. جناب آقای رحیمی به بخش از این وضعیت به صورت توصیفی و گذرا اشاره کردن. مردم افغانستان از همه اقوام، از همه اقشار، از همه جنسیت ها در یک ظلمت تو در تو و بسیار ویرانگر و وحشتناک قرار دارد. ظلم یعنی تاریکی، عدل یعنی روشنایی. مردم ما در شرایط حاضر، من اشاره میکنم به چند دلیل، مردم ما در تاریک ترین فصل تاریخ معاصر خود قرار دارد.
قرار بود بر اساس طراحی که در قانون اساسی صورت گرفته بود، قرار بود ما شاهد یک دولت ملی باشیم. حکومت برآمده از دل رأی مردم حاکم بود. حالا بحثی که انتخابات خراب شد، این که تصرف در رأی مردم صورت گرفت، این که خارجی ها چی کار کردن با مردم، یه بحثی بود. ولی بحثی که در افغانستان ما یک دولت داشتیم، پارلمان داشتیم، قوه قضاییه نسبتاً مستقل داشتیم، لوی سوارنگاری داشتیم، بودجه نوشته میشد، سالانه حکومت در نزد نمایندگان مردم مسئول بود، آزادی فاخر بیان در کشور حاکم بود و کشور ما دارای پرچم، سرود ملی، سفارتخانه ها و روابط گسترده سیاسی و ملی و جهانی بود. این وضعیت حالا برگشته به وضعیت که همه شاهد هستیم. یک مجموعه بدوی عقب مانده کاملا بیگانه با شرایط مدرن بر سرنوشت ما طی معامله و خیانت سیاسی حاکم شد. مجموعه که رهبرش به تعبیر خودشان امیرالمومنینش تا امروز حاضر نشده در برابر مردم افغانستان به جهان جمال مبارکش را چکار بکنه، عرضه بکنه. ما امروز باید نام بنام ملا حیبت الله که دوستان بگن ملا حیبت الله، ما باید نام مواجه هستیم، باید صدای مواجه هستیم، با شمار از فرمانهای پیاپی مواجه هستیم که وضعیت عجیب رو بر ما آورده. یک، تمام نهادهای سیاسی در کشور که حاصل زحمات صدها سال مبارزه، حداقل 100 سال مبارزه در واقع طولانی و خونبهای مردم ما بود، با یک فرمان تمام این نهادهای سیاسی از بین. قوانین عادی قانون اساسی کشور تعطیل شد و از بین رفت. و امروز یک نفر که ادعا میکنه در قندهار امیرالمومنین و خودش ادعا میکنه، خودش میگه حرف من، سخن من، پیام من، کلام من، اشاره من حرف خداست، نمیگه حرف پیامبره، نمیگه حرف خلفای راشده، نمیگه حرف یک عالم اسلامیه، میگه حرف من، کلام من، اشاره من، سخن من، سلوک من در واقع حرف و کلام و پیام خداست. یک. دو، ملت به عنوان صاحبان رأی، صاحبان اراده در جهانی که قدرت‌ها بر اساس رأی و رضایت مردم تشکیل میشه، ملت هیچ گونه حقی در قبال من، حق پرسیدن، حق اعمال تکلیف، حق در واقع سیاسی اجتماعی نداره. چیز کسیه ملت در برابر سخنان من، چون این سخنان سخنانیه که در واقع سخنان خداست، حقیقت شرع، امر من، کلام من، پیام من، سیطره من، همه چیز من در واقع در برابری باید تسلیم محض باشه. قصه را تا جای رساندن که امروز ما شاهد بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها برای زنان هستیم. حدود 2 سال که دختران افغانستان، خانم های افغانستان، اینها حق رفتن به دبیرستان ها، به لیسه ها و دانشگاه ها را ندارند. دختران افغانستان و خانم های افغانستان حق رفتن و کار کردن در عرصه های عمومی و در ادارات را ندارند. انحطاط به کجا رسیده؟ مسخره وحشتناک. آدم میمانه در بحال این وضعیت، در این وضعیت بگریه یا بخنده. زنان افغانستان، دختران افغانستان حق ندارن به آرایشگاه ها برن، حق ندارن به حمام های زنانه برن، حق ندارن مؤسسات علمی آموزشی و مؤسسات حرفه‌ای داشته باشن.
و کار را به جای رساندن که از همو افغانیت هم که میگن اینا عبور کردن. در دوره اول طالب اگر یک خانم در داخل تاکسی بود، اگر یک خانم از جای میگذشت، حتی اگر احتمالی بود که او خانم در همون تاکسی یا ماشین یا در همون محل یک مخالف طالب از رو عبور بکنه، همین که میدیدن که این یک خانم هست، بسیار راحت عبور اجازه بدادن عبور بکنه. یعنی یک مقدار کرامت و احترام برای زنها قائل بودن. اما این امیرالمومنین که سخن ظاهرن ادعا میکنه سخن خدایه، در این نظام امارت خدایی زنها حق نداره که در شهر و بازار آزادانه تردد بکنه. شما دیدی در کابل، در بامیان، در جاغوری، در نزار، در بغلان، در بلخ و مخصوصا در دشت برکی و خیرخانه زنان و دختران هزاره که محجب بودن، حجاب داشتن، مثل یک گروه تروریستی، یعنی یک گروه اختطافچی، ببخشید اختطافچی، از سرک و کوچه و بازار گرفتن و اینا رو بردن در ریاست های امنیت، در حوزات. آن اهانت را که شما تصور کنید به این دخترها روا داشت. واقعا این وضعیت، وضعیت تحقق ظلمت و تاریکی 100% نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر ما متاسفانه در 2.5 سال گذشته شاهد یک رخوت بسیار بسیار جدی در حوزه نخبگان سیاسی بودیم. همه شما با من موافقید که دی از بزرگان سیاست ما در ترکیه، در کشورهای عربی، در ایران، کشورهای اروپایی و برخی حتی در آمریکا و کانادا، اینا هر کدام اینا سعی دارند و قصه ای و آنچه که انتظار میرفت که یک اپوزیسیون سیاسی قدرتمند با وجود بیاید، ما شاهد شکلگیری یک اپوزیسیون قدرتمند نبودیم. یعنی از یک طرف اگر ما میبینیم انحطاط، عقب ماندگی، در واقع وضعیت استبداد و ظلم و ستم و نقض حقوق بشر و حقوق زن، از طرف دیگر ما میبینیم شاهد رخوت، کرختی سیاسی و پراکندگی و جزایر متعدد قدرت در میان اقوام مختلف، نه در میان همه اقوام. یعنی شما وقتی هزارها رو نگاه بکنید، هزارها به هزار راه میرن. تاجیک ها رو که ببینید، تاجیک ها به هزار، به 2000 راه روان هستن. پشتون هایی که اعتقاد به دموکراسی، به حقوق بشر دارن و علاقمندن که یک قدرت در واقع در خدمت مردم و با رأی و رضایت مردم موجود بیاد، اونها هم در واقع ما میبینیم که حد اکثر هر دیگه دارن یکی دیگه در افغانستان جمع نشد. اما یکی بیاین یک طرح را بکنن، یک در واقع برنامه را برای تغییر وضعیت ارائه بکنن، وجود ندارن. اقوام ازبک ما، پشتهی و نورستانی و گجر و ترکمن، همه اقوام متاسفانه در میان هم دیگه اینا پراکندن. بگذاریم از این که سه قومی که معمولاً هم انگیزه دارن و هم بیشترین ضربه از طالب خوردن، یعنی تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها، اینا کمترین ارتباط در سطح نخبگان ندارن. ما در چنین وضعیت وقتی بخوایم از شهید مزاری صحبت بکنیم و از آرا و دیدگاه‌ها و کارنامه سیاسی او به عنوان دیدگاه‌های الهام بخش و استراتژیک استفاده بکنیم، بسیار بسیار قضیه دشوار میشه. خواهرای عزیز، این همه در واقع از معایب قضیه گفتیم، از تهدیدات گفتیم و گفتیم که افغانستان برگشته به قرن حجر. کار به جای رسیده که مطابق فتاوای ملاهای طالب دیگه کسی حق نداره تصاویر زندگانها را بگیره، در تلویزیون‌ها بگذاره یا به اصطلاح ساده از یک انسان یا از یک جاندار عکس بگذاره، چون خلاف شرعه. در قندهار ما شاهد یک چنین قضیه‌ای بودی. برای شما اصلا قابل تصوره که یعنی ما نظام رو شاهد شدیم که میگه دیگه شما نباید از انسان عکس بگذاره. چرا؟ چون خلاف دینه، خلاف شرعه. خیلی مسخره.
در چنین وضعیت تاریکی ما یک درخشش و فرصت استراتژیک را که محصول دقت بکنید محصول دلردیسی و تغییر عمیق سیستماتیک در بطن جامعه بود در افغانستان بودیم. در اوج که طالب تفنگ را و خنجر را روی سینه و گلوی مردم ما گذاشته بود جنبش زنان معترض شد و گفت که کار آزادی و عدالت. زنان افغانستان در دو سال و نیم گذشته با شجاعت مبارزه کردند. زنان افغانستان نه تنها برای زنان کشور، برای آزادی، برای عدالت و برای رسیدن به حقوق و مطالبات شخصی خود مبارزه کردند، که زنان افغانستان به جای مردان افغانستان هم اونها علیه بیداد و استبداد و ظلم و ستم طالبانی رزمیدند. این فرصت نسل جدید ما، اونایی که جزو جنبش های مدنی هست، نسلی که در بستر جنبش روشنایی رشد کرد، نسلی که پس از شهید بزاری به دنیا آمد که حالا در دهه 20 بین 20 تا 30 عمر خود است، این نسل با عنوان یک پتانسیل عظیم سیاسی، فرهنگی و معنوی در جامعه وجود دارد. شما شبکه های مجازی که ببینید امروز یاد شهید مزاری، نام شهید مزاری که در واقع یاد عدالته، یاد آزادیه، یاد مبارزه با تبعیضه، یاد مبارزه با ستم و استبداده، این عمدتاً توسط همین نسل و همین جریان و همین در واقع بخشی از جامعه این یاد و این تجلیل و این تکریم و این درنگ و تأمل در واقع صورت میگیره، که این هم البته یک فرصت بسیار جدیه. جوانان ما در اروپا، آمریکا، استرالیا و در واقع در آسیا، در داخل و خارج کشور، اینها یک پتانسیل و ظرفیت آماده برای مبارزات مدنی، سیاسی و حتی نظامی علیه بیداد و استبداد طالب، و البته این پتانسیل رو باید ما سرش حساب کنیم. خب برمیگردیم، در چنین وضعیتی مهمترین سخن که شهید مزاری، مهمترین درس که ما از شهید مزاری میتونیم بگیریم چیه؟ او شاید چند تا درس که این درس را هم انسان تاجیک، هم انسان ازبک، هم انسان پشتون و هم در درجه اول انسان